در شغلان کمتر کسی پیدا می شود که بتواند به 10 نفر سوار غذا و ایواناتشان را خوراک بدهد. بغیر از امام نظر در ویر، سلطان شجاع، سلطان کریم و اتابک در دیمرغان، فرهاد بیک در دیشار و معرم بیک در روشان. این از گفته های برهان الدین خان کشککی در کتاب رهنمای قطغن و بدخشان سال 1924 میلادی. سلام عرض می کنم دوستان، خوش آمدید به برنامه ویژه ما در ارتباط قیام محرم در سال 1925. منابع ما روایت های مردم، مقاله در ذیل قیام محرم نوشته ولادیمیر بایکو، استاد دانشگاه سیول کوریای جنوبی در مجله آسیایی، و روایت های از مرحوم حاجی محمد اسلم. حالا سری بزنیم به تاریخ، ببینیم چی بود و چه شد و چه اتفاق افتاد. درست 99 سال قبل از امروز، در امین ماه، در شغلان یک اتفاقی افتاد که بعدها شد نقطه عطف تاریخ شغلان. یه حادثه در شغلان به اسم محرم بلوا و در کل به نام قیام محرم بیک روشانی شناخته میشه. قیام محرم در سال 1925 در ماه مارچ یا اوت شروع شد و در ماه اپریل شکست خورد. در رأس قیام شخصی بود به اسم محرم بیک روشانی که در کتاب رهنمای قطغن و بدخشان نیز برهان الدین خان کشککی از شخص به عنوان یک شخصیت شناخته شده و متنفذ و به نام اقصقال محرم بیک یاد کرده است در سال 1924، یعنی یک سال قبل از قیام. محرم مرد بلند قامت، موی بور، دارای شانه های پهن، بازوان قوی و سفید چهره یا صورت سفید بود. در زمان قیام محرم حدود 37 و زیر 40 سال داشت. در سال 1925. خب بیاین با هم مروری بکنیم علت قیام. چه سبب شد؟ چرا قیام شد؟ علت قیام اول از همه تعصب مذهبی و تفتیش عقاید بود. معتصب، قاضی، مفتی تعصب‌های مذهبی را در میان مردم را انداختند، عقاید مردم را تفتیش می کردند. معتصب در هر کجا، در هر جا، هر وقت سلامی دید از مردم درباره شریعت سوال می کرد
در باره مذهب سوال می کرد و می توانست به آسانی مجازات کند. دوم، قضاوت های ناعادلانه قاضی. هرچند قاضی در این زمان از مردم شغنان بود، ولی کاری می کرد که آب به آسیاب دولت مردان می ریخت. علت دیگر که شاید از همه مهمتر باشد، وضع کردن مالیات سنگین بود و انواع مالیات. و تهیه کردن هزینه سربازان بود که هزینه سربازا را باید مردم متعمل می شدند. مالیاتی که در آن زمان ذکر شده و یا پول و یا مالی که از مردم دریافت می کردند زیر نام چند چیز بود: زکات، عشر، نکاح، براتی، جامگی، پاچرمی و حقوق. بیاین یک گریزی بزنیم به توضیح این و مالیات، که مالیات چه معنا داشتند. زکات اما مالیاتی است که از محصولات کشاورزی بگیر تا محصولات حیوانی باید یک مقدارش برای دولت پرداخت بکنند. عشر کلمه عربی است به معنای ده و عشر به معنای از ده یک. از تمام محصولات کشاورزی و دامداری باید از ده یک قسمتش به دولت پرداخت شود. مالیات نکاح. مردی که ازدواج می کند باید تمام عمر یک مقدار پول و یا جنس را به دولت پرداخت بکند به نام پول نکاح. براتی. در هر ماه باید مردم یک مقدار چوب یعنی ایزوم، روغن، آرد و گوشت برای هزینه سربازا تهیه کنند یا پرداخت بکنند. جامگی عبارت از یک مقدار رخت و یا پارچه ای بود که باید باشندگان محل برای دولت تهیه می کردند برای تهیه لباس سربازا. پاچرمی پولی می گرفتند برای تهیه کردن کفش سربازان. حقوق هرگاه دو نفر می آمدند و در دولت مدعی می شدند یا دعوایی می داشتند، پس از آنکه دعوا فیصله می شد و به اتمام می رسید پایان می یافت، باید اردو یک مقدار پول را به نام حقوق برای دولت پرداخت می‌کرد. اینا انواع مالیاتی بودند که مردم از پرداخت آنها به جان آمده بودند. از سوی دیگر تعداد سربازان، به یک روایت در شغنان یک پلتن سرباز بود. در آن زمان یک پلتن یعنی 600 نفر سرباز و افسر. ولی بر روایت دیگری که به قرائن نزدیکتر معلوم می شود و شاید حقیقت امین باشد که 100 نفر سرباز مرزبان با صوبدار کلونل یعنی همان امروز دگروال یا سرهنگ، معاون، کمیسار و تعداد دیگری از افسران
و اسب ها و گاو ها به نام اسب و گاو سرکاری یاد می شدند. همچنان 30 نفر سرباز پلیس حاکم ملکی با تمام پرسونل، اینا حدوداً 300 نفری می شدند که با عنوان کارکنان دولت در شغنان مقیم بودند و تمام ازینه و مخارج از اینا باید توسط مردم تهیه می شد. اینها عموماً عللی هستند که سبب شدند که محرم باید قیام بکند. حاکم ملکی شغنان قبلا از زمان عبدالرحمن خان شخصی بود به نام عبدالله خان. عبدالله خان بعد از سیدالخان و بعد از گلزارخان آمده بود. می گفتن عبدالله خان یک مرد مفسد، رشوه‌خوار و کاملا فاسد بود. هرچی که دار و ندار مردم بود غارت کرد و در تفاوت با گلزارخان خیلی شخص شقی، متعصب و سودجو بود. یگانه شخصی که در شغنان بعد از عبدالرحمن خان نام نیک کسب کرد گلزارخان. شاید به گلزارخانم برسیم. خب 30 نفر سربازی که در روشان بودند باید تمام مخارج و ازینه سربازا را از اسب بگیر تا سرباز مردم روشان تهیه میکرد. روز محرم بیگ که مسئولیت مردم داره، اقصقال و یا قریه دار معل است، به نزد صوبه‌دار می رود، معذرت مردم می کند، شفاعت مردم می کند، ولی گوش شنوایی نیست که حرف محرم بشنود. محرم هرچی که می کند فایده ای ندارد، بی اثر است. خب محرم مردم جمع می کند. در نوروز 1925 مردم جمع میشوند، اتحاد میکنند، سوگند یاد میکنند که تا پای جان استاد هستند، قیام بکنند و ببینند که پایان کار چه خواهد شد. محرم شروع میکند به شورش. با چند تن از یاران خود به آسانی قلعه روشان که سربازان سرحدی یا مرزبان ها مقیم آن بودند تصرف می کنند. 30 نفر سرباز خل سلامی شد. سربازخانه دست محرم و یارانش است. محرم دستور می دید که راه بین روشان و شغنان باید مسدود شود. کسانی که از شغنان به روشان میاد اشکالی ندارد، ولی از روشان به شغنان رفتن راه کلا مسدود است. ظرف چند روز ارتباط میگیرم با شغنان. ام فکران محرم در شغنان ام آماده قیام میشه. در اول ماه اپریل قیام کنندگان روشان تحت رهنمایی محرم و یارانش وارد شغنان میشد. مردم در شغنان از محرم استقبال میکنند
قیام میکنند، محلی به نام رجیستک در بهشهر موضع میگیرند. قلعه شغنان که اون وقت به نام چعونی یاد میشد، یعنی سربازخانه، و مقر حاکم ملکی محمد طاهرخانه زیر آتش میگیرند، معاصره می. محمد طاهرخان حاکم ملکی بدون جنگ و مقاومت و درگیری میاید و میگه شما را به جان مادرتان ما کاری نکردم، یک حاکم ملکی هستم، عراچکی هستم میکند و شما که درد میکشید از حاکم نظامی میکشید، من که کاری نمیکنم. محمد طاهرخان تسلیم میشود با 30 نفر سپایی و حالا سلاح بیشتر و مدرنتری دست محرم و قیام کنندگان است. چون قلعه شغنان که متاسفانه دیگه حالا از بین رفته، متروک شده، از بین بردنش متاسفانه، یک دژ مستحکمی بود و خیلی دژ مستحکم دارای آب ذخیره ها که به نام آب دزد یاد می شود. طول میکشه مدت ها که سربازان تسلیم نمی شوند. محرم جویای عظیم می شود که سر آب سربازا قطع است. ولی چرا سربازا تسلیم نمی شوند؟ محاسبه ای که با خود کردند آب باید تمام شده باشد. ولی در شغنان چند نفر خائن واقعا که میشه اسمشان رو بگذاشت خائن، شبانگاه از روم باغ، از محلی به نام روم باغ مجرای آب باز میگذارند. سربازان معاصره شده آب ذخیره های آب دزد آرند پر میکنند از آب و افراد شبانگاه آب از طرف صبح میبندند. یکی از همین افراد خیانتکار و دستور قاضی، اجازه بدید روی بعضی از ملحوظات اسم قاضی و اسم از دو نفره که خیانت کردند نبرم. اگر ضرورت شد شما کامنت بکنید، برای شما حتما اسم از این را افشا می‌کنم. یکی از این خائنین میرود به اشکاشم و با غنمشر گلمیرخان اطلاع میداد و میگه تو رو خدا که بیا که سربازای تو معاصره شدند، ان قریب که تسلیم شوند، تمام امکاناتشون محدود است. غنمشر گلمیرخان با 25 نفر سواره رأس پار شاهنامه میشد و در ظرف 3 روز وارد شد. درگیری بین سپاهیان گلمیرخان و سربازان محرم شروع می شود، جنگ سخت می شود، ولی سربازان یا طرفداران محرم شکست می خورند. چرا؟ چون از فنون نظامی بیخبر بودند و استعمال سلاح‌های مدرن بلد نبودند. این یکی از علل شکست سربازان یا سپاهیان یا طرفداران محرم بود که پس از 13 روز معاصره قلعه برپنجه یا امان چعونی شکست می‌خورد. در این مورد روایت های زیادی شده برای این داستان محرم افزوده هایی هستند و خود داستان اصلی در زیر آله از تاریکی از ابهامات قرار گرفته. برخی میگویند که 8000 نفر امرا با محرم مرز ترک میکنند و مهاجرت میکنند، ولی این
و دور از حقیقت است. اون تمام مردم شغنان و روشان مهاجرت نکردند. فقط خانواده های مهاجرت کردند که به گونه ای با قیام در ارتباط بودند. و در آن زمان جمعیت شغنان هم 8000 نفر نبود. برهان الدین خان کوشککی در رهنمای قطغن و بدخشان جمعیت شغنان را در از روشان تا شغنان در سال 1924 6000 نفر می‌دید. و میگه دو برابر دیگر جمعیت از اون سوی مرز قرار دارد. پس زمانی که 1924 جمعیت شغنان 6000 نفر باشد، نمیتونه که 1925 8000 نفر مهاجرت کردند. چیزی که به حقیقت نزدیک است، 200 خانواده کلن 800 نفر از مرز عبور میکنند، وارد خاک تاجیکستان میشه. البته وقت تاجیکستان به مفهوم امروزی وجود نداشت. تاجیکستان 1925-29 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان شد و 1925 هنوز جمهوری خودمختار در تشکیل ازبکستان بود. وارد خاک شوروی میشه. حالا رخدادها و رویدادها عوض می شوند در هر دو سوی مرز. در اون سوی گلمیرخان و با و سربازانش و سربازهای معاصره شده در قلعه دست به غارت، چپاول و کشتار می زند. حالا تصور بفرم قضاوت با شما. این سویم حکومت محلی تاجیکستان در خارق توانایی پذیرش این تعداد مهاجر ندارد. مهاجرین خواستار از این میشوند که باید نمایندگانشان بروند در دوشنبه با نمایندگان و مقامات بلندپایه شوروی ملاقات. اینو باید داشته باشیم که هنوز سال 1925 جاده بین خارق و مزد میخوام دوشنبه ماشینگرد نبود. هنوز با اسب رفت آمد میکرد. شوروی هم میپذیرد نماینده های مهاجرین حرکت میکنم به طرف دوشنبه و از افغانستان هم یک هیئت عالی رتبه تحت ریاست محمد ضیاءخان نایب الحکومه بغلان یا اون وقت میگفتن حاکم اعلای بغلان وارد تاجیکستان میشه. در مورد سرنوشت مهاجرین و آینده از اینها گفتگوها می شود. محمد ضیاءخان امرای فرمان عفو شاه امان الله می خواد با نماینده مهاجرین گفتگو بکنه. ما مهاجرین هم پیشنهادات خودشان داشتند که پیشنهادات ویژه و خاصی بودند. البته دولت نماینده دولت افغانستان هم تا اون حد صلاحیت نداشت و صلاحیت خود رهبران تاجیکستان هم محدود بود. باید تمام هدایت از مسکو گرفته می شد، هدایت از مسکو صادر می شد. در این مورد هم در خود دستگاه دولت شوروی
چند نظر وجود داشت. نظر اول نظر زمینسکی رئیس دفتر دیپلماسی در تاجیکستان بود. رمینسکی کاملا به این نظر بود که مهاجرین به وطن برگردند. وقتی که به افغانستان برگردند باید تحت نظر مقامات شوروی باشند چون جانشان در خطر است. به تعبیر دیگر شوروی مهاجرین به وطن خودشان منتقل بکند و در زیر نظر هیئت شوروی باشند که جانشان در خطر است. این غیر عملی می‌نم. چون رقابت ها بر سر پامیر هنوزم بین انگلیس و شوروی جریان داشت و عملی کردن همچنین پیشنهادی محتمل به نظر نمی رسید. نظر دوم که مساعدترین نظر شاید در آن زمان بود نظر گیورگی چیچرن. گیورگی چیچرن کمیسار یا وزیر خارجه شوروی بود. اجازه بدید یک کمی هم درباره چیچرن. گیورگی چیچرن یکی از تحصیل کردگان اروپا بود و تمام امور دیپلماسی را بلد بود. یک دیپلمات کاملا عیاری بود. چیچرن ضد تقسیم پامیر بود، هرچند تقسیمات پامیر در زمان تزار صورت گرفت و چیچرن در زمان شوروی همیشه تقسیمات ناعادلانه را انتقاد میکرد. چیچرن ایره یک جنایت خواند، گفت یک کوچه را به دو بخش تقسیم کردن خودش یک جنایت تاریخی است. و تمام پامیر یک دالان یا یک کریدور یا یک کوچه میخواند. گفت یک کوچه را به دو بخش تقسیم کردن یک جنایت تاریخی است. در این مورد چیچرن به این نظر بود که به تمام مهاجرین باید پناهندگی داده شد و این یک استثناء باشد. کاری نشود که آینده نیز اهالی مرز با شوروی وارد خاک شوروی شوند و به عمه پناهندگی داده شوند. این گفت باید یک استثناء باشد. در مهاجرین باید در مناطق دور از مرز اسکان داده شوند که دسترسی افغان ها به مهاجرین نباشند و از ورود سایر اقوام باید جدا جلوگیری شود. این پیشنهاد چیچرن وزیر خارجه بود، ولی در پهلوی از دو دیدگاه یک دیدگاه دیگری هم وجود داشت که بود دید گراسیموف رئیس ستاد نیروهای شوروی در تاجیکستان بود. گراسیموف یک نظر نسبتا رادیکالتری داشت. چیچرن از طریق روابط دیپلماسی و اگنتوری خود آگاه بود که بغاوت ها و شورش علیه شاه امان الله در تمام افغانستان شروع شده. بنان گراسیموف یک پیشنهاد دیگری کرد به دولت شوروی، گفت که زمامداری شاه امان الله به پایان رسیده و عنقریب است که حکومت شاه امان الله سقوط بکند.
نارضایتی ها از شاه در همه جا دیده می شود. قیام ها و شورش ها دیده می شوند. این نخستین شورش نیست و آخرین هم نیست. و انگلیس ها یکی از نوادگان یعقوب خان فرزند شیرعلی خان به نام عبدالکریم خان حمایت می کنند و می خواهند که به جای شاه امان الله خان تخت کابل به عبدالکریم خان بسپارند. و حالا فرصت رسیده، وقت ازی است که ما باید مهاجرین به وطن برگردانیم با نیروهای شوروی، و زمان ازی رسیده که ما باید دو قوم، دو سرزمین با هم وصل بکنیم، یک جا بکنیم. چیزی که در سال 1883 و بعدن در 1885 مجددن مرز آب بررسی شدند و آمو مرز قرار داده شد، باید شکسته شود و اهالی دو طرف پامیر باید مجددن با هم یک جا شوند. این نظر گراسیموف بود، ولی جانب شوروی به هیچ یک از نظریات توجه نکردند. میخواستند که روابط دیپلماسی خود با افغانستان حفظ داشته باشند. یک پارچگی افغانستان و وجود شاه امان الله که ظاهرا یک شاه ضد انگلیسی بود برای شوروی با ارزشتر از همه چیز بود و میخواستند که در امور داخل افغانستان نباید مداخله کنند. اگر مداخله صورت بگیره و شاه از طرفداری شوروی انعراف بکند و به سوی انگلیس نزدیک شود، دیگر ضررش برای شوروی بیشتر است و جبران ناپذیر خواهد. آخر شوروی با هیئت جانب افغانستان در غیاب خود نماینده مهاجرین گفتگوهای پس پرده انجام دادند. در فرجام بسیار محترمانه فرمان شاه امان الله خان مبنی بر این که تمام مهاجرین از پیگرد معاف هستند با استثنای رهبران، دیگر اما جان و مالشان مسکون است، از پیگرد معاف هستند و دوباره به وطن برگرد. به شکایت ها رسیدگی می شود. منصوبین متقلب مجازات می شوند و به جای آنها افراد و اشخاص نو منصوب می شوند. کسانی که در قیام، در رهبری قیام دست داشتند، فرمان عفو شامل آل آنها نیست. این بند از فرمان دست مامورین نظامی و ملکی را باز گذاشته بود برای پیگردها و بازداشت‌های بعدی به عنوان از اینکه می‌توانستند هر کسی را به عنوان محرک معرفی بکنند و بازداشت کنند. چون در فرمان قید نشده بود که محرکین و رهبران قیام کیا هستند، که این فرمان شامل آل آنها نیست. در نتیجه در ماه جون، 20 جون سال 1925 تمام مهاجرین برگشتانده شدند به افغانستان.
استثنای محرم بیک و چند نفر از یاران محرم. محرم و یارانش در میان کسانی که برگشت کردن نبودند. ما برگشت مجدد مهاجرین به وطن هم برای مهاجرین بعدها چنان زیانبار تمام شد که فرمان عفو شاه اجرا نشد، بلکه بازداشت های خودسرانه شروع شد و سال آی سال ادامه داشت. که دوستا کم و بیش در این مورد اطلاع دارند. سرنوشت محرم چه شد؟ در مورد محرم چه قبل از قیام، چه در جریان قیام و چه بعد از قیام افسانه ها ساخته و پرداخته شد. هیچ کدام از این افسانه ها حقیقت ندارند. حقیقت تاریخی ندارد. افسانه هستند. محرم و چند نفر از یارانش به وطن بر نگشتند. یا اینکه برگشتانده نشدند و در تاجیکستان مقیم شدند، یا اینکه به جاهای دورتر از تاجیکستان تبعید شدند. معلوم نیست. حتی در خود آرشیف مرزبانان شوروی هم سندی در این باره یافت نشد. در سالهای 1990 پس از فروپاشی شوروی شایع شده بود که آنها به درواز افغانستان رفتند و دولت افغانستان هم از معال اختفای از اونا اطلاع داشت و چند نفر در ذیل بازرگان که در بین آنها یک نفر هندو هم بود در درواز محرم بازداشت کرد. ولی اینم توسط هیچ منبعی تایید نشد. هرچند ادعا شده بود که آنها در تاجیکستان باقی ماندند. در این زمینم حرف و حدیث زیاد بود. می گفتند محرم در تاجیکستان بود، در تاجیکستان ازدواج کرد، صاحب زن و فرزند و خانواده شد و حتی بعضی ادعا می کردند که دکتر فیض محرم، زبانشناس فقید تاجیک، نوه محرم است. از نظر سنی اگر مقایسه می کردند، فرزند محرم می گفتند به قرائن نزدیکتر می بود، ولی نوه محرم از حقیقت خیلی بدور بود که از قیام محرم 99 سال می گذرد و خود فیض محرم در 73 سالگی فوت کرده بود که من شخصا با دکتر مرحوم دکتر فیض محرم در این مورد گفتگوهایی داشتم که تکذیب می کرد. گفت اسم پدر بزرگ من محرم بوده، ولی محرم مورد نظر یا اما محرم بیک روشانی پدر بزرگ من نیست. بعد ادعاهای زیادی شدند. هر کسی می آمد و می گفت من فرزند و یا نوه محرم هستم، ولی هیچ کدام حقیقت نداشتند. تا به امروز در مورد سرنوشت محرم اطلاعی در دست نیست و هر آنچه که گفته می شود داستان سازی است و شبیه بیشتر به افسانه است نه حقیقت. حقیقت امینی بود که عرض کردم، حقیقت های نسبی تاریخی عرض کردم خدمتتان و منابعم بار دیگر عرض می کنم که روایت های مردم، مقاله در ذیل
پیام محرم نوشته ولادیمیر بایکو در مجله آسیایی در کوریای جنوبی و بایکو استاد دانشگاه سیول است و یادداشت‌هایی بودند از مرحوم حاجی محمد اسلم. در خود افغانستان هم مقاله های زیادی نوشته شدند در ارتباط که اکثرا یک دیدگاه دیگری داشتند، به فکر میکردند که و قضاوت میکردند که قیام محرم در واقع زیر نظر شوروی بود. شوروی ها سعی کردند که محرم علیه دولت شاه امان الله تحریک بکنند و حتی محرم با جاسوسی برای شوروی متهم میکردند که در این مورد هم هیچ سندی در دست نیست و چند تصویری هم چاپ شدند. تعداد در میان مهاجرین چند نفر با عمامه هستند ولی شنل یا عمام بالاپوش عسکری شوروی در تنشون است. ولی گفته نشده که اینا کیا هستند. در حکس هر کسی میتواند باشد. خب دوستا، در اینجا تمام قضاوت ها به دست خود شماست. قضاوت شما بفرمایید. ولی چیزی که دوستان نوشته می کنند که قیام محرم در زمان امیران شغنان بوده، باید یک توضیح مختصر بدم که اول اینکه ما در شغنان امیر نداشتیم. خود مفهوم امیر نادرست است. میران شغنان نادرست است. ما در شغنان شاهان داشتیم از قدیم قدیم که به نام شاهین یاد می شدند، یعنی شاهان، شاهان شغنان بودند. این در زمان شاهان شغنان نبود. بعد از سرنگونی یا بازداشت و به اسارت کشیدن شاه آصف علی خان معروف به یوسف علی خان بود، آخرین شاه بعد از او صورت گرفت که در سال 1883 آخرین شاه شغنان به اسارت کشیده شد و محرم متولد 1895 است. حتی تفاوت سقوط شاه شغنان با تولد محرم فاصله زیادی دارد. و ولچکی و کنیز و غلام گرفتن در زمان محرم نبود. امیر عبدالرحمن خان در کتاب تاج التواریخ خودش شخصا میگوید یکی از عللی که منجر به اعدام آصف علی خان یا امان یوسف علی شاه شد، تقصیرش برده فروشی بود، انسان فروشی بود و سیدال خان نخستین حاکم ملکی شغنان پس از عبدالرحمن خان کنیزی و غلامی و بردگی و انسان فروشی را ملغا اعلان میکند و میگه دیگه هیچ کسی حق ندارد که بر جان و مردم مالک جان مردم باشد. بساط کنیزگیری، غلامگیری و برده فروشی سال 1883 رسمن برچیده شد. اینا شاید خلط مباحث باشند که امر در یک
محل قرار بدیم، چه از برده فروشی، چه از کنیزگیری و غلامگیری و میران و شاهان و اینا اشتباه هستند از نظر تاریخی. از نظر تاریخی شغنان هیچگاه امیر نداشت، امیر نشین نبود، شاهان بودند. یکی. دوم، قیام محرم در 1925 در زمان شاه امان الله خان بود. سوم، بار دیگر تکرار میکنیم که بساط کنیزی و غلامی و بردگی در سال 1883 برچیده شد. خب دوستا، قضاوت با شما. نتیجه ای است که ما این کار به خاطر از این کردیم که باید از یک طرف ارج بگذاریم و قهرمان ملی خودمون محرم، و دوم روشنی در مورد از این قیام و از یک جنبش و خیزش مردمی، و در فرجام از دوستان تقاضا از می رود که سعی بکنند امضا جمع بکنند، تبلیغ در بین مردم بکنند، اقلا یکی از مکاتب روشان یا تمام مکتبات به اسم هستند به نام محرم روشانی نامگذاری شد. این دیگه وظیفه همه ما و شماست، در این راستا باید کار بکنیم، یک دین را ادا بکنیم، دین عمل. خب دوستا، بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. امیدوارم که از این مضامین استفاده کرده باشین و برای کسانی که در آینده میخواند روی از این مسئله کار بکنند، روی مسئله تاریخ سیاسی شغنان کار بکنند، از این مضامین بتوانند استفاده بکنند. تا برنامه های بعدی در مورد تاریخ شغنان، خداوند یار و مددگار.